آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com. با سلام خدمتم وطنان عزیز، موضوعی که امروز علاقه دارم را راجبش صحبت کنم، یک مسئله ای هستش که خیلی ذهن هموطنان ما رو مشغول کرده و خود من عرض کنم که بارها در چند روز اخیر مورد سوال قرار گرفتم. اون تا واقعیت این هستش که اطلاعات من در این زمینه همین چیزهایی هستش که توی مطبوعات میخونیم، یعنی من اطلاع خیلی جزئی و دقیقی از دادگاه استکهلم و اینها ندارم و چیزایی که آقای بابا به نظر من مطلع‌ترین آدمی که در این زمینه تا کنون صحبت کرده که شاکی پرونده هست، به قول ما اصیل در پرونده، به قول حقوقدانان عرض کنم آقای مصداقیه، ولی مهمه که بهش توجه بکنیم که در چنین مسئله قریمی که از نظر من به عنوان عرض کنم یک حقوقدان قدیمی با 60 سال سابقه کار حقوقی و تحصیلات حقوقی و عرض کنم که زندگی سیاسی و آشنایی با حوادثی که در 60 سال گذشته در صحنه بین المللی به خصوص در روابط بین المللی بین ایران و دیگر کشورها اتفاق افتاده، با اطلاعاتی که محصول این تلاش طولانی هستش با اطلاعات مختصر متوازانه بگم، نهت متوازانه هم نیست، واقعیت این هستش که من یک متخصص نیستم، ولی در هر حال مشغولیت ذهنی و مطالعاتی من همین بوده که در جریان محاکمه این جنایتکار دست خامنه‌ای، یکی از دستان خامنه‌ای در صحنه بین المللی، یعنی همین جنایتکاری که استکهلم مورد محاکمه قرار گرفته، همین جنایی منطقا میبایستی که کوهی از اخبار و اطلاعات از کنار و گوشه و وسط میدون و جریان رسیدگی در دادگاه و اینا مواجه می بودیم. می بایستی وسایل ارتباط جمعی که به هر حال معرفی کننده منافع دولتشون اولا هستن، ولی به هر حال در درونش نمیتونیم بگیم که این روزنامه‌نگارا و آدم هایی که اونجا کار میکنن مثلا جاسوس هم نوکر هم فلانی، ولی ما واقعا متوقع بودیم که صدای آمریکا و بی بی سی، من که واقعا متوقع بودم که با امکاناتی که دارن، با خبرنگاران حرفه‌ای که دارن، اطلاعات بیشتری رو در اختیار افکار عمومی می‌گذاشتن، چون ظاهرا این دو رسانه بسیار مهم یا نمیتونن یا نمیخوان امکانات خودشون رو در باب اطلاع رسانی اونجوری که ما متوقعیم انجام بدن. خیلی دلم میخواد که اگر عرض کنم صدای ضعیف ما به گوش شنوای اونها میرسه، نه به خاطر شخص من، اقلا به این افکار عمومی ایرانیان جواب بدن که چه اتفاقی افتاده. یکی از بزرگان قوم، فکر میکنم الان هم کاغذ و قلم دستشه در
قلب شیطان بزرگ نشسته و انشای من رو گفتار من رو معمولا تصحیح میکنه و ازش ممنونم با همه تواضعش. عرض کنم که خیلی حساسه و آدم دقیقیه، یادداشت‌های معتبری به نظر من داره، برای اینکه آدم خیلی نمیتونه در سن ایشون که ارشد ما هستند. عرض کنم حضورتون که خیلی آدم نمیتونه به حافظش اتکا بکنه و صحبتهایی که با من میکنند به نظر من باید متکی باشه بر یادداشت‌هایی که میکنند. در هر حال بهش گفتم این حرفایی رو که در مورد این مسائل میزنی خواهش کردم که بنویس و منتشر کن، به من گفتن خیلی فایده نداره. پاسخی داد که متواضعانه بود، گفت که حقوق بازنشستگی من در ایران صرف زندگی یک اشخاصی میشه که کسی رو ندارن، حرف بزنم قطع میکنم و اونها گروگان های من هستن در نزد رژیم، چون رژیم میدونه که این اشخاص به احتمال خیلی زیاد میدونه که این اشخاص با کمک من و با حقوق بازنشستگی من زندگی میکنند. بنابراین خواهش میکنم تنها چیزی که در ایران دارم یه اتومبیل قراضه است. یه کاری نکن که علاوه بر حقوق من اتومبیل قراضه رو هم توقیف بکنند و ارث و میراثی هم که در کار ما نیست، همین کمکی که حالا کمکی ایشون میگن کمک، همین حقوق بازنشستگی که از بیمه های اجتماعی بابت سالها کار توی شرایط بسیار سخت گرما و سرما توی کشور انجام دادیم رو بگذار صرف زندگی اینها بشه. خودمونم فعلا هنوز مصرف کننده اکسیژن هستیم روی زمین. این اسمی هم از خود ایشونه، این تعبیرم تعبیر مشهوری از ایشون. اگر این مطلب رو بنویسم عرض کنم که اشاره ای به مطالب مربوط به من بشه، این اشخاص از زندگی محروم میشن، اما دلیلی هم نداره. چرا اونا باید تاوان بدن؟ البته من شخصا این نوع استدلال ها رو در روابط شخصی نمیپذیرم، اما هر کسی در میدان مبارزه جای خودش رو داره، فکر خودش رو میکنه، اندیشه های خودشه داره، ارزش های خودشه داره. همین الان که مثلا داریم راجع بهش صحبت میکنیم میبینیم که مثلا همین قتل روح الله زن یک نوع روشن و آشکار و تکراری و شناخته شده رفتارهای جلادان حاکم دور و براشون، از خمینی و خامنه ای و رفسنجانی و موسوی و بقیهشون، احمدی نژاد و رئیسی و اجرایی و تبریزی و تبریزی موسوی اردبیلی ببخشید. از کنم که این هاست، همین تبریزی هم هست موسوی اردبیلی. واقعیت این استش که ما بایستی در مقابله با این رژیم ابتدا تکلیف خودمون رو با خودمون روشن کنیم، یعنی واقعا بنشینیم بگیم که آیا این رژیم قادر به انجام کار دیگری، نه برای نجات مردم، برای نجات خودش و اصلاح امور به نفع خودش داخل و خارج ایران
داره، برای اینکه این کارهایی که میکنه برای فرار از مهلکه خود لازم داره. به نظر من از 15 خرداد به این طرف خط و ربط مبارزین رو نه خود مبارزین، متاسفانه ای کاش که خود مبارزین به این حد از اتحاد و اقتدار و ارتباط رسیده بودن در درون جامعه که میتونستن خودشون تعیین بکنن. واقعیت این هستش که رژیم شکل مبارزه رو به مردم تحمیل کرده. معمولا مردم غیر نظامی، مردم غیر مسلح، سیاسیون، حربه غیر از قلم و گفتار و حزب و سندیکا و چیزی ندارن، چیز غیر از این چیزی ندارن که این رژیم بودش که روشی رو انتخاب کرد که ما که مردان سیاست اصولا امکان مقابله عملی نداشتن، بنابراین کنار کشیدن. خیلی از این آدم که کنار کشیدن آدم های بسیار جدی و قابل احترام و پرهیزکاری هستن، خودشون رو کنار کشیدن اما تسلیم نشدن، همکاری و همراهی با ظلم نکردن. همراهی و همکاری با ظلم وقتی میگم، البته توجه دارم که این همکاری نعمات بسیار داره و عدم همکاری محرومیت های بسیار. این اشخاص همه سیس شمار فراوون هستند که به این ننگ ها تن در ندادند، نه سهمیه گرفتند، نه مقام و منصب گرفتند، نه امتیاز و سواری دادند، رفتند در رو بستند به روی خودشون. بیش از اون هم برای اینها امکان نداشت نوعی مقاومت شرافتمندانه منفی رو عمل کردن. اونها که با هر انگیزه دیگری، از جمله این که مثلا در این ما میتونیم، شاید بتونیم در این شب سیاه یک شمعی روشن کنیم، نغمی به سوی نور بزنیم، از این حرفا متاسفانه به خاطر قصور و تقصیر خودشون، بلکه به خاطر طبیعت این رژیم در غالب موارد مفتضحانه شکست خوردن و آبرو و اعتبار اجتماعی خودشون رو بهش سر نزدن. وقتی من میگم آبرو احترام اجتماعی، اصلا آدمی مثل سنجابی، مثل آقای دکتر سنجابی، آقای متین دفتری، آقای لاهیجی، آقای نمیتونم بزرگان دیگری، آقای دکتر دامغانی، آقای صادق وزیری، آقای مسعود رجوی، آقای نگهدار، ببخشید من اینها رو در هیچ کدومشون در سطح خودشون دیگران قرار نمیدن، اینا سطوح مختلفی از نظر اعتبار اجتماعی و گاه بی اعتباری اجتماعی دارن. من اینها رو به هم دیگه چی نمی کنم، همسان سازی نمی کنم. و هر حال این آدم های مسرح زندگی سیاسی کشور جانوری، اینا آدم هایی بودن که در اون روزها مطرح بودن، بازرگان، یزدی، بنی سعد، سلامتیان، پوپ، فروهر، فروهرها، خانوم فروهر، خانوم اکرم میرحسینی بین خانوم ها، خانوم پروانه فروهر، اینها مردمان شناخته شده ای بودن. بسیاری از ایران نه سهمیه گرفتن، نه مقام و منصب گرفتن، نه سواری دادن، نه سوار شدن. هر کدوم از اینا
شاید بیشتر اینها غالب اینها شیوه مبارزه رو بر اینها تحمیل کردن. ماها یعنی من خودم رو در سطح اونها نمیدونم، ولی اصولا این جماعتی که فعالیت سیاسی کردن و هر کدومشون سوابقی داشتند این رو میدونند و که این عقاید اونها نیست که تعیین میکنه شیوه مبارزه رو، حسنیت یا سونیت اونها نیست، بلکه معمولا ابتکار و تحمیل رقیبه. ببینید وقتی من صحبت حسنیت یا سنیت می کنم، همینجا یادم میاد که اصلا آدمی با احترام و شخصیتی که جنرال پتن به خاطر نقش سازندش در جنگ بین الملل اول داشت رو نمیتونیم بگیم که اصلا جنرال پتن خائن بود. من هیچ وقت حاضر نیستم هرچند عرض کنم که دادگاه های فرانسه محاکمش کردن، محکومش کردن، من به عنوان یک حقوقدان، به عنوان آدمی که بعد از جنرال پتن سالها زندگی کردم، بعد از عرض کنم که اعدامش سالها زندگی کردم، بعد از محکومیتش سالها زندگی کردم و چیزهای دیگری دیدم، من چنین آدمهایی رو نمیخوام بگم بیگناه میتونم، من اینها رو فی الواقع گناهکار هم نمیدونم. گناه مجموعه شرایطی هستش که اون روزگار رو ایجاد کرد برای اینها و اونها سمت و سوی دیگری برای آدمی مثل پتن وجود نداشت. اساس قدرت دفاعی فرانسه پاشیده بود و پتن دو تا کار میتونست بکنه. و پتن یه جنرال بود، شریف نبود که، یه جنرال پیر بود، دو تا کار میتونست بکنه. یکی این که عرض کنم که فرار بکنه، خودش قایم بکنه، یکی این که مسئولیت بپذیره. موقعی که مسئولیت پذیرفت یا میبایستی بره با هیتلر سازش بکنه، یا میبایستی که سازماندهی کنه ارتشش رو مثلا به صورت نیروی پارتیزانی. این کار رو بلد نبود، برای این کار تربیت نشده. بنابراین مثل هر سردار شکست خورده ای، برای نجات آن چیزی که از اون شکست باقی مونده دست کاری زدش که بعداً محاکم فرانسه اون کار رو خیانت دونستن. ولی این حسنیت یا سونیت جنرال پتن نبود که اون شرایط ایجاد کرد، این شرایط جنگ بین الملل دوم بود. شرایط او وحشتناکترین خونریزی های تاریخ جهان بود. هیتلر نمیتونست عقب نشینی کنه، هیتلر هم همین گرفتاری داشت. پشت هیتلر در رئیس او، در مقابل هیتلر توهم و رویای پیروزی و برتری نژادی بود. حالا جمهوری اسلامی هم پس از 30 سال تجربه کمر جمهوری اسلامی شکسته، جمهوری مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه در قالب ناقص عقلی و جسمی خامنه‌ای در حال شکستن. من میبینم که اروپایی ها، وقتی میگم اروپایی ها منظورم سیاست غالب اتحادیه اروپا است، نه مردم اروپا. عرض کنم که اتحادیه اروپا میبینم که تلاش میکنه که در این توهم هستش که میتونه، این شانس رو داره که
خلأ خاورمیانه رو که ناشی از عقب نشینی سیاست آمریکا در این منطقه است، این خلأ رو پر کنه. بخواهیم نخواهیم فی الواقع آمریکا متحدین خودش رو در مصر، در عراق که مهمترین کشورهای عربی از لحاظ جمعیت و از لحاظ قدرت اقتصادی عراق داره، در اینجا عرض کنم که عراق و اغراب رو به طور کلی گذاشته و در رفته. درست عربستان سعودی اونجاست، درسته که اون بفکن ها اونجا هستن، درست بحرین حضور دارن، اما عملا میدان رو به جمهوری اسلامی سپردن، تعارف که نزدی. این خبر شدیدی هم نیست، چیزی که ما میبینیم این که بلند شد در مقابل مثلا فلان تجاوز جمهوری اسلامی یه بمبی بندازن توی بیابونای اطراف تهران، یا حتی بندازن توی تسلیحات دستگاه تسلیحاتی خامنه‌ای رو برگردن، که شر قضیه کنده نمیشه، که عرض کنم که در منطقه آرامش ایجاد نمیکنه، که اعراب رو از جمله اعراب عربستان سعودی رو، بحرین رو، امارات رو آرام نمی کنه، آرام نمی ذاره. این که آقای عرض کنم که سفیر کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، دارم چی میگن؟ کمیسر امور اقلیمی اروپا بره، یک استراتژی سیاسیه زشت و ننگینه، عجوزه ناقص الخلقه و ناقص العقلی رو در تهران بهش دل ببنده، و این سوسیال دموکرات های اروپایی فکر کنن که شیطانه، با کمک شیطان بزرگ در رویای معامله با آمریکا مصدر خاورمیانه میتونن این سفرهای ننجین رو بپوشونند و نقبی به سوی نور بزنند. هممون میدونیم که دنباله سیاست شکست خورده 40 سال گذشته هستش. ببخشید من وقتی صحبت از نقص عضو و نقص عقل میکنم در اینجا عرض کنم که جنبه کنایه به اشخاصی که بیمار هستند نیست. عرض کنم که نقص عضو بدنی یا نقص قوای عقلایی ناشی از بیماری، اینها بیماریه. نه، من وقتی اینجا این کلام رو برای این سیاست ها به کار میبرم، دریدن چهره ریاکارانه هماهنگی اروپایی ها هست با ناقصترین حکومت روی زمین و ولی مطلقه جنایتکارش. میبینیم که کمیسر امور داخلی اروپا سیاست 27 کشور اروپایی رو نمایندگی میکنه، برای اینکه مشکلات باز هم ناشی از مداخلات بیمعنی و مداخلات فرصت طلبانه اینها در سیاست منطقه‌ای در افغانستان، برای اینکه برن عوارض اون رو از بین ببرن، این 27 کشور 3-4 روز پیش این خانم یلوا یوهانسون رو میفرستن که بره با طالبان، با دولت طالبان در افغانستان
مشکلات ناشی از پناهندگان افغانی رو بره با مشکلات پاکستانی ها، مشکلات افغانی ها رو بره با طالبان هم بفرست کنه. میبینیم که مشکلات سوریه رو یک آتش بیاره توی این معرکه در قالب دست دادن به نوکرهای خامنه ای، یکی دیگه میخواد آتش بس بکنه با همون تقسیم کاری که صحبتش کردیم، مثل مداخله و معامله آقای کوفی انان هستش در امر خاورمیانه، در مشکلات خاورمیانه. این امر شناختی چی کس مفتزهترین، من قصد جسارت شخص آقای یا شخصش یا نیت آقای کوفی انان ندارم، اما یه آدم است سیاسی که میخواد اتحادیه اروپا رو معرفی کنه، میخواد عصای مسیحایی رو بندازه مارگیرا رو جمع بکنه، از این دوهایی درست نمی کنه که این مرشد واشنگتن نشین ما راجع بهش صحبت کرده. این مرشد گفته یه دوغ معروف داره، میگه اگه یه کاسه یه کوزه ماست رو بندازیم توی دریای خزر یا میانداختیم در دریای مازندران خوب دوری میشد. گفتم بهش بابا عملی نیست. گفت این خیلی مشهور، هر شما نمیدونید بدونید که این خیلی چیز مشهوری که اگر عملی باشه خیلی دوغ تولید میشه. اگر میشد خوب بود. او اگر میشد عرض کنم که آقای کوفی انان یا خانم فرستنده ویژه اروپا منطقا نبایستی که سیاست های جهانی رو تطبیق دارن، تطبیق میدن. من تصور میکنم که اینها بیشتر برای نجات موقعیت های شغلیشون به این قبیل کارها دست میزنن، ولی معنا نداره. خب چطور ممکنه که در خبر میاره با وجود خامنه ای و اکثریت مسلمانان سنی که همشون در درون کشورهاشون اقلیت‌های فعال شیعه متاسفانه وصل به بخش کوچکی از اونها وصل به خامنه ای هستن، بشه اصلا منطقه رو اداره کرد؟ منطقه امسال و پارسال و دیروز و امروز نیستش که دچار ناامنی اجتماعیه. چند ساله این ناامنی اجتماعی رو اول با آمریکایی‌ها پیش بردن، گروگان گرفتن، بعد مردم من، بعد اروپایی‌ها، بعد مردم منطقه رو به گروگان گرفتن و چند سال هستش که مشغول معامله هستن. تمام این دولت‌ها عرض کنم که به یک شکلی، حالا یا به شکل عمدی یا غیر عمدی، عرض کنم که در درست کردن این دریای دوغ اسلامی دسترسی داشتن، کار میکردن. ببینید همین طرحی که این روزها خیلی باب شده، خیلی هم طرح خوبیه، طرح بدی نیستش، ولی آخه اون طرح دوغ هم طرح بدی نیست، طرح خوبیه اگه عملی بشه خوبه. این طرح دوغ دریای خزر جدید طرحی هستش که
نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب دادم. حالا یاش اتحادیه عرب داده، نماینده ملل متحد توش دست برده آقای کوشیانان. این طرح خلاصش طرح خیلی بزرگی به اندازه آبهای دریای خزر میتونه دوخ تولید بکنه. نماینده ملل متحد طرح میده که خشونت در سوریه پایان پیدا کنه، درست مثل این که تلفن کنم من بگم به تاکسی بیاد داره در که میخوام برم چه میدونم سفر کنم از پاریس به هلند، بگم ماشین بیاد در خونه منو ببره به همین سادگی، پولم داشته باشم چه میدونم به اون ماشین 700-800 رو بدم، بگم من این ببریم 700-800 این رو ببرم برگردم، مثلا 1000 رو بدم دارم من رو برگردم. به همون سادگی میگی که طرح میدن نیروهای نظامی از شهرها خارج شدن. کدوم نیروی نظامی از شهرها خارج بشه؟ از چی فرمان بگیره؟ عملیات علیه غیر نظامیان پایان یابه. چه کسی تصمیم بگیره؟ یعنی ملل متحد تصمیم بگیره. چین روسیه هم فکر کنیم که این طرح رو تصویب کردن. معمولا اونا هم اصا خودشونی میندازن و بهتون میکنن، حالا بگیم اصا چون هم ننداختن، مارشون رو هم ننداختن. زندانیان آزاد شدن، چی آزاد کنن؟ همش افعالی که فاعلش معلوم نیست، افعالی که مفتی نداره، فاعل نداره، فعل داره اما فاعل نداره. روزانه 2 ساعت درگیری نظامی برای کمک رسانی به غیر نظامیان متوقف شد. آقای کوفیان شوخی میکنی؟ فاعلش چیه؟ چه ضمانت اجرایی داره؟ من خیلی این آقای کوفیان رو دوست دارم، شاید یکی از دلایلش عرض کنم که دلائل این دوستی حرمتی هستش که به حقوق و حیثیت همه رنگین پوستان میگذارن که غالب اونها در روی زمین به ویژه در آفریقا قربانی تبعیض های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی فراوان شدن. البته آقای کوفی انان به احتمالا خیلی کمتر از دیگران چون در یه موقعیت اجتماعی و تربیتی و شغلی بسیار بسیار بالایی بودند. اون بدبختی هایی که صدها میلیون رنگین پوست روی زمین دارند رو ایشون به احتمال خیلی زیاد یک صدومشان تحمل نکرده. در هر حال من به شخص ایشون خیلی احترام میگذارم. اگر این طرح تصویب بشه میگم ما 200 تا 250 تا ناظر صلح میفرستیم برای شروع مذاکرات، شروع مذاکرات تقویت صلح در منطقه. با کی میخوای مذاکره کنی؟ طرف این دعوا کیه؟ این که نباید جمع کنه، این که باید مذاکره کنه، این که نباید تیر اندازی بکنه، ما باید متوقف بکنه، فورا عمل بکنه، اینا چی هست؟ چرا اسم نمیبریم؟ اونهایی که کمی اندکی در کلاس سیاست درس خوندن میدونن که این آقا آدم بی اطلاعی نیست، آدم نیست مطلع. من ببینم بشین فرض کنم که باتیش داره تمام میشه، امیدوارم که باتیش تمام نشه و صدای من میرسه. آقا در هر حال این روی
کاغذ رو سفید کردن، روی کاغذ رو سفید رو سیاه کردن چه فایده داشت؟ در 11 سال گذشته که این طرح تصویب شد شما چه فایده ای کردیم؟ این اصطلاح معروف یادم آمد، چقدر خوبه که این اصطلاح رو بگیم. خواهش داریم آقای بهبهانی عزیز تیز بکنه، سندار بده آش و همین خیال باش. مگه با این اوهامی که 11 سال گذشته شما مطرح کردی کاری تو الان پیش بردی؟ شما با هم همکاران و هم دستان ارز کنم با حسنیت و بی حسنیت شما، غیر از این که ارز کنم هزینه سفر دادیم به مامورینتون، رفتن آمدن مطالعه کردن مذاکره کردن، اینا اتفاقی افتاده غیر از این که سوریه و کل خاورمیانه بیشتر آتش خون بسوزه؟ آتش بیاران معرکه رو شما میخواید مأمور آتش نشانی بکنید؟ میخواید به دست خامنه ای و رئیسی و خاتمی و شیخ نصرالله و شیخ فضلالله و شیخ کوسی و شیخ کوفت و بلا که بر جان و مال و ناموس هممیهنان خودشون، همدینان خودشون، عرض کنم هم فرقه ای های خودشون راه نمی کنند، میخواید اینها با کمک اینها نسخه صلح میخواید برای منطقه بنویسید؟ یادم به یه چند تا چنین قطعه کوچولوی از سروده دوست داشتنی کتیبه اخوان سالوس افتادم که این افتخار ادب فارسی خوب گفت: نشستیم و به مهتاب شب روشن نگه کردیم و شب شط عریلی بود. آقای کوفیانان، این سحر نیست، این ستاره سحری نیست، شب عریل توهمات شماست. این شط عریل نه برای توهمات شخص شما و دستگاه شما و دیوان سالاران حاکم بر سیاست بین المللی تبدیل به یک لجنزار ننگین شده که راهی به چپ و راست نداره، بلکه با این حشرات موجیش اولا خون ملت بزرگ ایران، بعد هم بیش از یک میلیارد و 300 میلیون مسلمانان بست پراکنده در سراسر جهان، به خصوص شیعیان ایران در کشورهای منطقه، همه قاره ها، احترام و حیثیت انسانی همه بشریت، باز هم بیش از همه حدود یک چهارم اونا که تو کشور مسلمان نشین هستند، یا به عنوان اقلیت مذهبی در سراسر جهان با زحمت و رنج و گرسنگی زندگی میکنند و لکه‌دار کرده مسلمانان رو، بی آبرو کردند اینا، حیات داخلی و بین المللی اونها رو، تنش‌ها رو به درون خانه های اینها بردن، شعبات مختلف ادیان اسلامی رو تحریک کردن، تشدید کردن تنش‌ها رو علیه خودی ها و ناخودی ها و بی خودی ها و بهایی ها و مسیحی ها و بودایی ها و کمونیست ها و لایک ها و سوسیالیست ها و دموکرات ها و جمهوری خواه ها و عباداران پادشاهی و همه چیز رو اینها آلوده کردن. و شما هنوز بعد از 40 سال در سطح فرستنده ویژه هستید که دلالی بین آمریکا و اروپا و آخوندها رو به عهده بگیرن و این ننگ رو برای نه تنها مسلمانان جهان، بلکه برای کل بشریت حفظ کنن.
این ریشه پوسیده و گندیده و مسموم و مسموم کننده رو. این خطره، شما نمیفهمید که این خطره، این خطر برای همه دستاوردهای بشری است، این خطر برای تمدن، برای حقوق، برای امنیت، برای اقتصاد. این رد و بندهای ننگین تا کی میتونه و به نظر شما بایستی ادامه داشته باشه؟ نگاه کنید، روز 21 آذر در ایران رئیسی بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی برد. هنوز چند دقیقه نگذشته بود از اینکه این بودجه رونمایی شد به قول خودشون، که پیامک ها از توی مجلس شروع شد و کل بازار بورس همین رژیم رو دچار زلزله و لرزش کرد. این بودجه بازی ها و بودجه سازی ها هیچ معنای غیر از قوغا سالاری نداره. حدود 3,635,000,000,000 رقم بودجه است روی کاغذ، چون منابعش فرضیه، مخارجش هم پیش بینی شده است، معلوم نیست که اون فروش عملی بشه. فعلا توی کاغذ تصویر بودجه مستقر نیست، میگه اینقدر نفش میفروشیم احتمالا، اینقدر هزینه میکنیم احتمالا، هرچند هزینه ها با حد اکثر امساک و صرفه‌جویی به خصوص در بخش هزینه ها، یعنی یارانه ها، یعنی رفاه اجتماعی، یعنی کمک ها، یعنی دستمزدها وجود داره، بیشتر هم خواهد شد، ولی بودجه دستگاه های سرکوبی باز هم بالاترین بخش بودجه کل کشور است در مقایسه با یارانه ها و رفاه اجتماعی و کمک ها و دستمزدها و اینها نشون میده. و منابعش هم طبق مقررات اولا و بیش از همه درآمد فروش نفته، مالیات های غیر مستقیمه که بر مصرف کنندگان فقیر فشار میاره، درآمد ها و فروش اموال و املاک دولتی هستش. به این ترتیب فشار روی گرسنگان، ناتوانان، اکثریت دستمزد بگیریان ایران که قریب 22 میلیون خانوار رو تشکیل میدن در سال آتی شدیدتر خواهد شد. بار فشار دستمزد بگیران بیشتر خواهد شد. میخوان از حقوقایی که گفتن میخوان از حقوقایی کمتر از 5 میلیون تومانه اینا رو معاف کنیم، یعنی از اونهایی که 60 میلیون تومان در سال کمتر درآمد دارن مالیات نگیریم. توجه کنید که توجه کنیم هممون که متوسط درآمدهای خانوارهای شهری در سال گذشته، خانوار شهری در سال گذشته 62 میلیون تومان بود. متوسط، همین متوسط نصف بوده در روستاها. دلیل هم داره، دلیلش اینه که روستاها مهمترین بخش بودجه، بخش قضایی هستش و بخش مسکن هست. این هر دو در روستاها عرض کنم که ارزانتر به دست میاد یا تولید میشه یا روستاییان دارن. به این ترتیب فشار بر دستمزد بگیران روز به روز تشدید میشه. خط فقر رسمی که خود رژیم میگه عرض کنم که ماهیانه هر خانوار ایرانی، ببخشید، سالا بایستی که بیش از
ماهی 10 11 10 و خورده ای 10 میلیون 20 هزار تومان بایستی در هر خانوار پول وجود داشته باشه تا اینا زیر خط فقر نباشن و اینها آمار خودشونه. چنین چیزی یعنی حفظ مردم حتی در خط فقر هم حفظ اکثریت مردم امکان پذیر نیست. باید برن زیر خط فقر. خب برای اینکه مردم زیر خط فقر رو اداره بکنی نه آخوند. در هر جای جهان باید دستگاه سرکوبی روز به روز قوی تر بشه. وقتی میگیم قوی تر یعنی باید پرشمار تر بشه. اگه 100 تا هم باید بشه مثلا 130 تا. اگر حقوق هر کدوم از اینا مثلا 100 تومن باید بشه 130 تومن. پس هم نیرو باید پرشمارتر باشه برای دستگاه امنیتی، انتظامی، نظامی، بسیج و همین که پول بیشتری باید به اینها داده بشه. فشارش رو به چی وارد میشه این فشارها؟ یا اخشار ناآگاه و غالبا گرسنه جامعه، چون نمیتونن با کمک های معیشتی حداقل نون، برنج، کمی گوشت و پنیر و اینا رو سبزیجات رو برای مردم فراهم کنند. شاید اینو من با ذکر تردید میگم بتونن دست درجه داران و افسران و امیران امنیتی و انتظامی نظامی رو باز بگذارند، نه اینکه حقوق بدند. امکان پذیر که برای حقوق بگیرن میگم به ما هم بدین، نه دستشون رو باز بذارن، یعنی اجازه غارت بهشون بدن که ثروتمندتر چه از فساد موجود استفاده کنن و بمونن تو اون دستگاه که همین شعارها رو بدن ما اهل کوفه نیستیم. خب عرض کنم که علی تنها بماند. اینا برای اینکه مثل پیشیان خودشون که گفتن مثل برف آب خواهیم شد آب نشد، تازه اونا یا اونایی که گفتن مثل برف آب خواهیم شد یه دستگاه مدرن تحصیل کرده یه عرض کنم که غالبا پاکدامنی بوده، یعنی بخشی کوچکی از دستگاه سرکوبی شاه عرض کنم که میبایستی از خدمات دولتی دور بشند. وقتی چون نقش سرکوبی بازونه بقیهش نیروهای ضروری و لازمه هر جامعه متمدنیه. کشور بدون نیروی نظامی قابل اداره است؟ ما کشور بدون نیروی انتظامی میشه ادارش کرد؟ اصلا کشوری ما نداریم روی زمین. یعنی مثلا چه میدونم بهترین پلیس ها توی سوئیسه، بهترین ارتش نمونه ارتش های روی زمین ارتش سوئیسه، ارتش آمریکا هم نیست. برای اینکه اینا یه ملت کوچیکی هن همه شون عرض کنم که دست به تیرشون خوبه، سخت گرفتن سوئیس. شاید تو آمریکا واسه چون بزرگی بشه واسه یه تیکه رو چند روزی گرفت، ولی سوئیس نمیشه، کوچیکه و مردمش هم شدیداً تعلیمات نظامی داره، هر محله برای خودش کمیته نظامی نجات ملی داره. بگذاریم فکر کنیم که همه اونهایی که در خیابونها ساتور به دست میگیرند بر دوششون یا بر کمرشون این کربند های آهنیشون عرض کنم بزرگ آهنینشون زیر اون سپراشون خودشون رو پنهان میکنن، اسلحه ولی اسلحهشون در دستشون به مردم نشون میدن. دستگاهشو 1/100 فساد و بدنامی و ستمکاری این آدم کشار رو نداشت. اونها مثل برف آب شدن اون دستگاه مدرن و تحصیل کرده
این دستگاه از سر تا پا پوچیده و منفوره. نقطه اختلال این رژیم اینه که غالب مدعیانش، مدعیان قدرت، غالب اونهایی که اسم خودشون اپوزیسیون میگذارن، از چپ و راست، آبکی و آهنینش، صاحب نام و بدنامش، اهل بلوفش، اهل عملش، به جای اینکه در کنار مردم، باز تأکید میکنم، به جای اینکه در کنار مردم و برای مردم، رژیم و در رأسش خامنه ای رو هدف قرار بده، نفس کشهایی پیدا میکنه که آتشدار معرکش متاسفانه آقای مسعود رجبی فکر میکنه که چه میدونم در افتادن با مهندس بازرگان یا اشرف دهقانی از اون لیبرال پاکدامن تا این انقلابی آتشین درست کردن اهداف کلامی و قلمی برای خودش و همکارانش راهی برای ادامه قدرت ایش آدم خواهد. من فکر میکنم که مبرمترین وظیفه ما شکستن این دور تسلسل فساده، یعنی باید دشمن مشترک رو هدف قرار بدیم به جای اینکه بریم عرض کنم که نجیب رو بگم پارچه ها و پاشین های مصداقی و یغمایی رو هدف قرار بدیم، بگذاریم که این اشخاص بتونن آزادانه، این قبیل اشخاص که یکی دو تا ده تا صد تا نیستن، هزارها هستن، ده ها هزار هستن، غالب ایرانیان خارج کشور هستن، آزادانه نقاط اتحاد و اختلاف خودشون رو مطرح کنن. انبار فوش، تهمت، افترا، پرونده سازی، سرکشیدن تو اتاق خواب این و اون، پرده دری، بی‌حیایی و تعصبات فردی و فرقه گرایی رو باید بست، باید این رکون رو بست، باید این ملت ایران رو از این پراکندگی و تشنج سنگین جنسانه ضد امپریالیستی برادر مسعود و رفیق فرخ نگهدار بیرون برد. ما بچه های این آب و خاک هستیم، ما فرزندان این آب و خاک هستیم. خودم هر خودم خندم میگیره کلمه بچه رو از دهن خودم در میاد، نمیخوام بگیم اصطلاح از من میگوشیم، ما فرزندان این آب و خاک هستیم، اجازه باید داشته باشیم بتونیم بدون وحشت از هر رهبر و عالی‌قدر یا رهبر اعتقادی، آیت الله یا ایدئولوگ اسلامی قدیمی و جدیدی و مدرن و سنتی، پیش رو و پس رو، بتونیم هر کسی رو، هر عقیده‌ای رو زیر ذره‌بین بگذاریم، ببینیم حرفای درست و غلط خودمون رو بگیم آزادانه، نقاط اختلاف و اتحادمون رو روشن کنیم، میدان مبارزه خودمون رو نشون بدیم. این چه مسخره بازیه؟ هر اردنگی به خودش اجازه بده به یه آدمی که کوچکترینش منم که 60 سال عرض کنم که سرباز ساده این میدان بودم و در یک جبهه وسیع و گسترده سندر کوچکی رو در حد لیاقت خودمون در مقابل این رژیم وحشتناک حفظ بکنیم. رژیم وحشتناک که متاسفانه خود ساختیم و یا ساخته شدنش دیدیم و در برابر آن احساس وحشت نکردیم. چرا ما
با همین نقطه وحدت آزادانه، یعنی داشتن دشمن مشترک برای مقابله با این رژیم، نتونیم عمل متحد بکنیم. این که هر کسی به خودش این اجازه رو بده که فکر کنه بنگاه انحصاری تولید حقایق دو جهانه که هم تولید بکنه، هم بسته بندی کنه، هم انبارداری کنه، هم عرض کنم که سمپاشی بکنه روش، هم عرضه بکنه، هم بسته بندی بکنه، هم مشتری پیدا بکنه. آخه این چه مصیبتیه که ما خودمون به این مالکیت ابدی این حرف مزخرف دلخوش بکنیم. من بارها گفتم، بار دیگر هم همین روز تکرار خواهم کرد که این کلام حکیمانه ای که فکر میکنم توی کلیل و دمنه خوندیم که منصوب به بزرگ مهره و کسانی که با حوصله دارن به گفتارهای من گوش میدن غالبا این رو شنیدن که بزرگ مهر وزیر انوشیروان، ببخشید، وزیر انوشیروان این کلام رو بهش گفته شده به انوشیروان: همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادند. معلوم هم نیستش که همین عرایز من یک ساعت بعد عرض کنم یک مطلب دیگری رو، البته با حسن نیت، با ادب، دوستی به من بگه و من حق نداشته باشم که گوش کنم، چون من یه ساعت پیش حرف دیگری زدم. این اصلا حرف غلطیه. ببینید، توجه کنیم، تک تک ما توجه بکنیم که امروز همه ما، همه عاشقان راه آزادی مردم ایران، همه اونهایی که به نیروی مردم ایران توجه دارند، احزاب، سندیکاها، انجمنها، سازمانها، جبهه‌ها، یک نقطه حرکت همگانی داریم و اون نقطه حرکت همگانی ما منافع عمومی مردم ایرانه، منافع این مردمه. رقابت های فردی و گروهی و حزبی و طبقاتی و حرفه‌ای وجود داره، مشروعه، اما نقطه حرکت ما نیست. اینها هست، ما هر کسی عقایدی داره در مخالفت با نظر دیگریه، اما دشمن مشترکی دهن همه ما ها رو بسته بر قدرته. تا اوست ما حق نداریم، نباید، فقط با توجه به اختلاف نظرهامون عرض کنم که دشمن اصلی رو فراموش کنیم و به فرعیات بپردازیم. جنگ رو از جبهه اصلی به جنگ عرض کنم که حیدری نعمتی تبدیل بکنیم. ما همه اونهایی که در حرکت مدنی همین امروز و مردم ایران که امروز خوندم، توی اخبار خوندم که در 25 استان و حداقل 55 شهر معلمین ایران ایستادند برای احقاق حقوقشون. اولین حق هم برای انسان حق دسترسی به غذاست. معلم مملکت گرسنه است و اینجا و اونجا بر سر تقسیم قدرت متاسفانه دیده میشه که دهواز قدرت در دست کسیش که مردم را به گرسنگی محکوم کرده.
با گرسنگان همرزم باشید برای به دست آوردن نان و آزادی. خامنه‌ای راه پس و پیش نداره. ایها الناس، ای کسانی که خودتون دشمن رژیم میدونید، خامنه‌ای نمیتونه با این حرکت عظیم در بیفته و اون رو کانالیزه بکنه، آرام بکنه. چرا؟ برای این حرکت عظیم اصلا یک مطالبه مدنی مشروع داره. میگه من کار میکنم، نباید گرسنه باشم، باشه سختی هم بالا سر من باشه، در بچه من هم باید غذا داشته باشم در مقابل کاری که انجام میدم. کارش مورد حرمت اجتماعه، کارش با همه خانوارهای ایرانی بدون استثناء ارتباط داره. چه دستمزد بگیر چه بیکار، هر کدوم از ما در به یک شکلی با دستگاه آموزش کشور کار داریم. بچه هامون میرن مدرسه، اقوام ما معلم هم. 1,000,000 معلم داریم، 100,000 تا کارمند داره وزارت آموزش برداریش. بخشی از این ها اقوام ما هستن. این 22 میلیون محصل و دانشجو اینا فرزندان ما هستن، عضو خانواده های ما هستن، اکثریت مردم ما با دستگاه آموزش پرورش سر کار دارن. مبارزین به جای اینکه سر قدرت به دست نیامده با هم بجنگند، باید از معلمین حمایت کنند. خامنه‌ای راه پس و پیش نداره. همین امروز هم نتونستن جلوی اجتماعات رو، دیروز امروز نتونستن بگیرن. فکر میکنم در تهران، خب آخرین خبری که خوندم در تهران، احتمالا در تهران و شاید شیراز اینا متوسل رژیم متوسل به خشونت شده، اما خوشبختانه به خونریزی نرسید. تا جایی که آخرین خبرهایی که من دارم دستگیری بوده، اما خونریزی تا کنون نبوده. چرا؟ عظیمه. آخرین خبر اینه که بیش از 100 شهر، قبلا 25 استان گفته بودن، حداقل 55 شهر، بعدش بیش از 100 شهر این اعتصاب ها بوده. عرض کردم که چندین میلیون دستمزد بگیر از بازنشستگان کشوری، لشکری، مستمری بگیران، سازمان های بیمه اجتماعی، بیمه های اجتماعی، همه پایه‌ها و اساس اجتماعی این حرکت رو تشکیل میدن. اینا این 1,000,000 نفر یه پایه 22 میلیون خانواری دارن، یه پایگاه به قول مبارزین سیاسی، به قول انقلابیون، اینها یه پایگاه عرض کنم که اجتماعی دارن. پایگاه اجتماعی رو 22 میلیون خانوار ایرانیه. رژیم به دلیل پراکندگی این جمعیت و عظمت این جمعیت دو تا راه داره: یا دست به سرکوبی خونین گسترده‌ای بزنه که منطقا باعث رادیکالیزه کردن جنبش و غیرعلنی شدنش میشه، اونم موقت خواهد، نیروهای رادیکال به فعالیت های غیر علنی گسترده بسیار خطرناکی خواهم. چرا؟ باید گسترده پایه اجتماعی دارن، میلیون ها هوادار اینا دانش آموزان و دانشجویان هستن، ده ها میلیون. این بنبسته، راه های فراوان نداره. تسلیم رژیم یعنی به میدون آمدن 22 میلیون خانوار دستمزد بگیران. این نتیجه تسلیمه. ایستادگیش و سرکوبیش ممکن اکثریت بزرگی از اینها رو به سکوت وادار کنه، مجبور کنه، اما اینا پایه اجتماعی نیست. همین اشخاصی که هیچ چیز هم نخواهند گفت احتمالا، با حرکت یک چشم
با حرکت یک چشم میتونن به یک موارث کمک کنن، با حرکت یک چشم، با حرکت یک انگشت، نمیگم با تمام وجود، هرچند بخشی از اینها شاید مثلا 5% 10% از اینها بتونن فعالانه‌تر عمل کنند، ولی حتی اگر یک به اشارتی انگشتی هم کمک کنند، مؤثر در فعالیت‌های غیر علنی، حرکت اینها، حضور اینها و تمایلات آرزوهای اینها. چرا؟ برای که حرکتی که ریشه داره، ریشه اجتماعی داره، مردم برای ادامه حیات، برای نون می جنگن. چون گرسنه‌اند، مردم برای آزادی می جنگن. چون آگاهند. من هیچ وقت خودم رو در این اتاق کوچک و این کتاب ها عرض کنم محصور نکردم. من هم به دلیل شغلم در ایران، هم به دلیل تمایلات حزبی و سیاسی، هم به دلیل این افتخار که از دور و نزدیک با مسائل کارگران، سازمان بیمه های اجتماعی یا وکیلشون بودم یا کار کردم براشون، میشناسم و مشکلات مردم رو میدونم. من امروز و قبل از اینکه حالا به یک ساعت نگاه کنم ببینم چقدر فرصت دارم، بعد عرض کنم حضورتون که من قبل از اینکه با شما صحبت کنم، از صحبت‌های آقای علی ناظر استفاده کردم که در مورد این که تلاش‌هایی برای، به نظر من تلاش‌های خیلی خوبی برای این که هر کسی دهنشو باز نکنه و به دیگران جسارت نکنه شروع شده، در تلاش‌های قانونی درستی شروع شده برای از بین بردن ترور و وحشت کلامی که متاسفانه در بین اپوزیسیون ایران باب شده که هر کس که با آدم مخالفه حتما مجبور است کنم یا دستگاه های جاسوسی آخونداست یا نمیدونم آمریکا و انگلیس و روس و روش مازندانه این بنا اروس اروس و اینا هستش. به هر حال این آقای علی ناظر میگفتم، آقای علی ناظر درخواستشون میکنه برای یک بار هم شده در یک دادگاه بین المللی به این اتهاماتی که میزنند و رده میشه و اینها تعیین تکلیف بکنند که هر کسی بتونه بیاد حرف خودش رو آزادانه بزنه. من البته از زحمات آقای علی ناظر، تلاش های سالانش هم استفاده کردم، هم مقتنم میدونم اینا رو و عنوان یکی از خوانندگان دیدگاه این خدمت و این تلاش ایشون رو قدر میدونم. اما میخوام خدمت ایشون عرض بکنم که دادگاه بین المللی یک تعریف، یک نهاد، ببخشید، دادگاه بین المللی یک نهاد تعریف شده هستش. هر کسی که هر دادگاهی درست بکنه در خارج کشور اسمش نمیتونه بذاره دادگاه بین المللی. دادگاه بین المللی یک نهاد شناخته شده مدرن حقوق بین الملل عمومیه که
مبانیش در جنگ بین الملل اول اول و دوم به خصوص ایجاد شده، فکرش، عملش. اکنون هم یک نهاد بین المللی هستش که خوشبختانه داره شکل میگیره و ما هرچی عواطف خوب داشته باشیم بایستی که توجه داشته باشیم که دادگاه قانون میخواد، قاضی میخواد، وکیل میخواد، دادستان بیطرف و دانا میخواد، متهم واقعی میخواد، اصحاب دعوا میخواد، شاکی میخواد و وکیل میخواد. همه این چیزان پشت و پناه عملی و قانونی میخواد، یعنی حکومت و قانون میخواد. دادگاه رو بایستی به اتکای یک قدرت ایجاد کرد. قدرت هم عرض کنم که در بیان و کلام و منطق نیست، قدرت در اسلحه است. وقتی در جامعه صحبت قدرت رو میکنیم، قدرتی هستش که میتونه از خودش دفاع کنه اگر مورد حمله قرار بگیره. یک قدرت عمومیه. من میخوام به شما بگم که چنین قدرت عمومی شکل گیریش نیازمند مقدمات بسیار وسیعه که امیدوارم در فرصتهای دیگری قبل از بتونم راجع به این مطلب در حد عقلم حرف کنم، صحبت کنم. امروز برای اینکه چی بگم، ختم مقال، دلم میخواد که از همکار ارجمندم خانم دکتر انصاری که غالبا محبت میکنن برای من اسناد بسیار قابل استفاده میفرستن که من در این صحبت ها از اونها استفاده میکنم، غالبا سپاسگزاری بکنم. یکی از بهترین سند هایی که برای من فرستادن عرض کنم که به نظر من کارنامه اصلاح طلبان موجوده، کاملا مستنده، عین جملات قانون بودجه سال 1401 ضمن سپاسگزاری از ایشون. برای حسن ختام من این رو میخونم تا بدونیم که دولت عرض کنم که مدرن آقای خامنه‌ای، دولت رئیسی در بودجه 1401ش چه خوابهایی دیده. اولین موردش اینه که قیمت پیامک 3 تومن افزایش می‌یابد. پاداش پایان خدمت کارکنان دولت 445 میلیون تومن شد. دلار 4200 تومانی از بودجه حذف شد. بودجه جمهوری اسلامی نسبت به سال گذشته 56% افزوده شد. حالا مبانیش هم میخونیم چرا افزوده شد. آب و بهای مشترکان پرمصرف 15% گران شد. جرائم رانندگی 5% گران شد. جانبازان بالای 25% خودروی اقساطی میگیرند. حقوق ها به صورت پلکانی افزایش میبرد. صادر کننده ای که ارز را بازگرداند معاف از مالیات است. خانه و ویلای زیر 10 میلیارد تومان معاف از مالیات است. درآمدهای مالیاتی دولت 62% افزایش میبرد. ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه ایجاد می شود. سقف حقوق اساتید دانشگاه، وزارت و کارکنان لشکری
از 33 به 37 میلیون افزایش می‌یابد. من فکر نمی‌کنم که تعداد این اشخاصی که حقوقشون قراره که اصلاح بشه 1% عرض کنم که دستمزد بگیران رو تشکیل بده. برای اینکه وقتی صحبت کارکنان لشکری رو میکنن، صحبت افسران و کارمندان رو میکنن، صحبت عرض کنم که نیروهای مسلح و سربازان رو نمیکنن. آموزش و پرورش مجاز شد. بازنشستگی معلم را تا سن 65 سالگی با رضایت آنها به تعویق اندازد. چرا؟ برای اینکه متاسفانه کارهای یدی از جمله عملیگی یا پرتغال فروشی تو خیابونها دستمزدش از معلم بیشتره. درسته که معلم اعتبار اجتماعی بیشتری داره، ولی اعتبار اجتماعی نون و پنیر سر سفره نمیشه. بنابراین کمبود نیرو وجود داره، کسی نمیخواد بره معلم بشه. آموزش و پرورش مجاز شد. بازنشستگی معلمان را تا سن 65 سالگی با رضایت آنها به تعویق اندازد. در بسیاری از جاها میبینیم که اینا پیش پیش از کنم دستمزد میدونم دوره بازنشستگی رو میدن، قبل از اینکه خود به بازنشستگی برسن اینا رو بازنشسته میکنن و به بازار بیکاران میافزاین. اما در آموزش پرورش این کار نمیکنن، میبرن بالا سن بازنشستگی. چرا؟ برای اینکه اگر پرتغال و فوشی از تدریس بهتر میتونی زندگی کنی. دلیل هم نه آدم پرتغال نفوشه. برحال رقم کل بودجه 3631 میلیارد تومانه. پیشبینی فروش نفت در روز 1,600,000 بشکه است. ظرفیت تولید نیروگاه‌های اتمی رو بخوان 10 برابر کنند. دولت همه این حرفایی که میزنه میخواد 88,000 میلیارد تومان اوراق قرضه بپوشه. معلوم نیست غیر از بانک‌های دولتی چه کسی کدوم یک از مردم حاضرن برن اوراق قرضه بخرن در این حالت زمان. به هر حال سن بازنشستگی رو میخوان 2 سال بیشتر کنن. چرا؟ برای اینکه هر کاری دیگری پیدا بشه از کار در دستگاه های دولتی این رژیم خونریز برای مردم هم از حیث مادی و هم از حیث حیثیتی با ارزشتره. عرض کنم متاسفانه کار به جایی رسیده که در کشور ما خدمتگزاران مردم که باید در دستگاه های عمومی باشند جنایتکارانی مثل خامنه‌ای و رئیسی هستند. به امید نابودی این دستگاه ظلم و ستم، به امید پیروزی مردم ایران با شعار همیشگی اتحاد، مبارزه، پیروزی، با تک تک شما که حوصله کردید به این گفتار گوش دادید خداحافظی میکنم. پیروز باشید. اتحاد، مبارزه، پیروزی.